آسمان دود گرفته و خاکستری پکن چشمانداز غریبی نیست. مقام های رسمی قول دادند حتی اگر شده با صرف میلیاردها دلار مشکلات آلودگی مزمن هوا را از میان بردارند. اما در نبود راه حلی سریع برای مشکل هوای شهر، ساکنان پایتخت چین راههایی را برای سازش و تطبیق با آلودگی پیدا کردند و برخی حتی توانستند آن را به کسب و کاری برای خود تبدیل کنند. گزارش این برای از آغاز سال جدید تا کنون پکن چندین روز را با آلودگی شدید هوا سر کرده است عامل این آلودگی را عمدتا اگزوز اتومبیل ها و سوخت زغال سنگ می دانند ساکنان پکن به زدن ماسک به صورت عادت کردند اما یان بوکیو درباره کیفیت هوای فضاهای داخلی کنجکاو بود او دستگاه قابل حملی ساخت که کیفی از آلاینده ها را تشخیص دهد موقع می‌بینیم که آلودگی عملاً در از اینجا میاد. شرکت نوپای ایر با استفاده از داده های کلی به پیش بینی آلودگی هوا میپردازد و یک نقشه سبودی جهانی از آلودگی هوا و الگوهای هواشناسی را بر روی اینترنت قرار می دهد. مخصوصا می تونیم لکه های سیاهی رو اینجا در چین ببینیم. بوکیو به مدارس، بیمارستان ها و دفاتر شرکت ها خدمات مشورتی ارائه می دهد. هوای آنها را مورد آزمایش قرار داده و در قاب درها و پنجره ها دنبال درز و شکاف می گردد. در عکس های جویی می توان سطح آلودگی را دید. از دی ماه سال 1391 تا کنون او هر روز به ثبت کیفیت هوای پکن پرداخته و عکس های مربوط به آن را از راه رسانه های اجتماعی منتشر می کند. با انداختن این اکس ها و قرار دادن اون روی ویبو و ویچت با دوستان اینترنتی و ارتباط گیری با مردم متوجه شدم که همه دارن تغییر می کنند. خودم هم دارم تغییر می کنم. من الان دیگه یاد گرفتم شکایت نکنم بلکه در تلاش دانشمندان برای پیدا کردن دلایل این آلودگی مشارکت کنم. جویی می گوید او صرفا می خواهد به نشر اطلاعات در این زمینه ادامه دهد. جوی امسال یک سازمان غیر دولتی را به نام هوای کنونی پکن به ثبت رساند و از این راه در مورد ساخت فناوری هایی برای تشخیص کیفیت هوا از راه عکس با دانشمندان تشریک مساعی می کند.